هنرمندای بزرگ توی دنیا مثل مایکل جکسون شبیهشون رو زیاد میبینیم. به طور مثال خیلی خودشون رو مثل مایکل جکسون درست میکنن، یا قیافشون رو یا لباسشون رو یا مثل مایکل جکسون میرقصن و یا میخونن. و این اتفاق وقتی میفته که یه هنرمند باید خیلی بالا باشه که کسی بخواد کپیشو یا بخواد مثل اون بخونه یا برقصه یا ازش اصلا در بیاره. اوکی؟ با این مسئله کپیای شما در ایران شما چطور روبرو میشید؟ والا من من اسمشون رو کپی نمیذارم. من اینها رو اولا همشون رو دوست دارم خیلی، چون یه مقداری بیشتر از مردم دیگه شبیه منن دیگه، احساس خویشاوندی باشون میکنم و لابد اینا موزیک منو دوست داشتن. حالا ممکنه خودم هم دوست داشتن، ولی موزیک من دوست داشتن و گوش دادن زیاد، لابد که نزدیک شدن. خب پس من اصلا با اینا غریبه نیستم، من محسن چاوشی رو گوش میدم، خوشم هم میاد. با شما هم ارتباط داریم؟ با محسن چاوشی تلفن صحبت کردم، دفعه شمال بود، زنگ زده بود. کی میخونه برای اون؟ ایشون برای شما میخونه یا شما برای ایشون میخونید؟ والا هر دو میتونیم واسه هم بخونیم، میتونیم حتی دو صدا بخونیم. برای اینکه من خودم توی استودیو میام، مثلا توی این آلبوم البته نه، ولی همه آلبوم ها صدا دوم خودم و یا هارمونی های خودم و خودم میخونم. خب میتونیم با محسن چاوشی این کار رو بکنیم، چه صدا همون نزدیکه.